سیستم یکی طراح بود که من مبحث تعامل اون رو براتون تعریف کردیم، یکی هم خود طرحی است که ما در حال اجرای اون در طول این کارگاهی که داریم کار میکنیم با شما کل طرح هست. طرح قاعدتا ما یه پروژه خاص رو در نظر گرفتیم، اومدیم زیر مجموعه ها یا شاخه هایی رو که مربوط میشه به همین رو براتون تعریف کردیم و به تدریج در طول این دوره‌ای که هستیم داریم تک تک تمام اینها رو پیش میبریم. من هفته پیش گفتم که شما ردیف کنید. یعنی چی ردیف کنید؟ یعنی اینکه اولا یه دسکتاپی بسازید، سینی کارت رو بچینید، عناصر رو ردیف کن، ببینم چند تا عنصر دارید شما. یکی از پیشنهاداتی که من میتونم بکنم اینه که اینو بیاد پله پلهش کنی اینجوری کنید. اگر که واقعا حرف زیادی، حرف درستی میخوای بزنی، باید اینو بارزش کنی. مثلا سی رو باید خیلی بزرگ کنی، ده رو بیاری درست. اگر نیست که همینجوری گم شده، این مشخص نیست. مثلا چون من عنوان چیزو نمیدونم. یعنی دقیقاً اینجا ده رو من بذارم. حتی اتفاقا زمانهایی که مثلا تقسیم یک زمان که نیست، یه اندازه نیست که مثلا قسمتی که از فیلم به این اقتصاد نمیشه برای این کاراکتر، آیا برای این شخصیت، آیا هم اندازه‌ی بقیه است؟ پس ما اگر زمان هم اختصاص داده میشه به این، میتونیم رو کوچیک و بزرگ بکنیم، مثلا این رو این اندازه بگیم، یا چینشش رو باید دیگه خودتون اتحاد کنید ببینید که کدوم یکی از این چینش‌ها بعد فاصله میخواد استاد بینش فاصله بین خب اون رو باید تنظیم کنیم ببینیم که آیا ما میخوایم زمان این شخصیت و حضور این شخصیت توی فیلم رو بگیم، چه بخش از زمان رو میگیرید. چون اگه یه شخصیت یه استاد فیلم بود میشد بک‌گراند و یه جورایی، یعنی چی یه شخصیت بود؟ یعنی شاید بپرد محمد مهدی حفیظی هم سال 1365 تو بکرآباد ناحیه 4 هرات من به دنیا آمدم. خودم اهل نژاد تاجیکم که با زبان اصیل فارسی و دری حرف میزنیم. پدرم هم شغلش الان معلمیه ولی لیسانس معماری رو داره از دانشگاه پلی‌تکنیک کابل، اما اونم خونه داره ولی عاشق حافظ و خیام و اینا هست، یعنی این شعر و اینا همه حفظ بیشترشون. بعد 4 تا برادریم، 4 تا خواهر. دو کلند دوره تا 9 سالگیم درس رو ول میکردیم میرفتیم بادبادک بازی. اونا بادبادک بازی تو هرات یه بازی کاملا جا افتاده است، یعنی موقع پاییز میشه این بازی اصلا یه سنت شده اونجا. گاریک از ارمنستان برام بگو چطوره؟ ارمنستان خوبه، اتفاقا تو این همه سال باید میومدی ارمنستان، طبیعتش که قشنگه برای گردش و تفریح و این چیزا خیلی خوبه، خیلی هم شبیه هوای شمال ایرانه. جای پسری سرسبزه؟ آره سرسبزه، جای دیدنی و تفریحی زیاد داره، خوبه. بعد چقدر جمعیت داره ارمنستان؟ جمعیتش نزدیک به 3 میلیونه. جالب، حتی کمه. از استان مازندران ما هم کم جمعیت تره ارمنستان، این در مقایسه با ایران 70 میلیونی حتی اندازه یک. آره خب جمعیتش کمه، کشورش کوچیکیه. احتمال خیلی جالبه بدونی که 187 سال پیش، یعنی تو 187 سال پیش ما هموطن بودیم و تو یک کشور زندگی میکردیم. خب این که من میدونم بابا، اتفاقا از چیز هم هست همون قلعه ایروان هم که تو اون جنگ تصرف شد دیگه، داستان قلعه ایروان میدونی. بله بله همون قلعه هم الان هستش. یه نکته نویسنده‌های معروف ارمنستان به نام خاچاتور آبوویان خب یک رمانی نوشته بود که مربوط به قلعه ایروانه که یکی از قلعه دوره قلعه که تو جنگای ایران و روس تصرف شد. دقیقاً می‌خواستم اینو. آره همونه. آره هست، خراباش هست، الان یه از یه جاهای دیدنی ارمنستانه. در واقع تو این کتابم کل جنگ ایران و روسیه هم قشنگ توضیح داده. منظور همون جنگ دوم ایران و روسیه است که منجر به عهدنامه ترکمنچای شد. همون جنگ دوم که بودن. خواستم بگم سوال کنم که درباره اون موزه نسخه خطی خودتون بگیم. آره یه موزه نسخه خطی قدیم داره ماتنا داران که توش نزدیک به 5-6 هزار نسخه خطی. ماتنا چیه؟ کجا؟ تو ماتنا داران تو پایتخته، تو ایروان. اسمش ماتنا داران، همین موزه نسخه خطی. بیشترش چند هزار تا نسخه خطی ایرانی به زبان فارسی، از دوره صفوی، از دوره قبل و از دوره بعدش اونجا نگهداری میشون. شنیدم که تو ارمنستان یه مسجدی هست.
آره یه مسجدی ها هست اسمش مسجد کبود، از دوره قاجار تا الان داره فعالیت میکنه و یکی از جزء موزه های ارمنستان در واقع. از یه جای دیدنیه، میشه اومد دیدش. آره یه جای دیدنیه. باز هم سر کلاس یه چیزی که وسطش میگفت این که درباره صنعت چاپ، یعنی از ایران میگفت. آره درست خیلیش اولی بود ارمنیا، بعد از شاه عباس که اون کوچه اجباری بود، بعد از اون سال ارمنیا نفوذش زیاد شد تو ایران، چون تجارت بین هند و حوالی ایران و همش همش نه ما گاری کردن. فکر کنم 3 سال میشه ایران باشی درسته؟ آره دیگه داره تقریبا 3 سال میشه درسته. و فارسی هم که ماشاءالله خوب حرف میزنی هم نمیادی. حالا بین مردم هم که فکر کنم زیاد بودی، به نظر چه شباهتی بین مردم ما ایرانی و ارمنی دیدی؟ مردم ایرانی و ارمنی شباهتشون شکل زندگیشون. من گاریک میساکن هستم از کشور ارمنستان، از شهر ایروان. من در شهر گاوار به دنیا آمدم. خانواده من 4 نفره است، پدر، مادر و خواهرم. مادرم استاد مدرسه است، معلم. پدرم مدیر مدرسه رانندگی راهنمایی. من بچه نسبتاً آرومی بودم و هرچی یادم از بچگی هیچ وقت تصوری نمی کردم که شاید یه روز ایران شناسی درس بخونم یا تاریخ ایران، یا شاید یه روز سفر کنم به ایران. خواستن که بیان ایران رو بازدید کنن به خاطر این تاریخی که داره ایران. گاریک یکم پاتو بذار تو یکم. آره خوب شد. چیزی باید بنویسم. اونجوری نمیگم که ثابت وایسا، همونجوری خوب اینجوری. آره یکم این طرف نگاه کنم. افغانستان چی خبر بود؟ افغانستان این دفعه خوش گذشت. آره خیلی جا رفتم. اوضاعش این دفعه خوب بود نسبت به اون دفعه. اون دو تا عکس که اونجا میبینم، اون ارگ، این دو تا موزه پایان‌نامه میاره. آره این عکساشو دیدم. ببین اون عکسی که اونجا زدی، اون کلیساه. آره اونو تو شهر خودتونه؟ نه این اتفاقا نزدیکای مرز ایرانه، به کلیسای قدیم تاریخی. من ارمنستان تو دوره لیسانس ایران شناسی به زبان فارسی مسلط شده بودم. به جز زبان فارسی در ارمنستان ما تاریخ ایران، ادبیات فارسی و کلان ادبیات ایرانی آشنا شده بودیم. اولین بار به سال 2011 من سفر کردم به ایران و بعد از این در سال 2012 من از سال 2012 شروع کردم به درسان فوق لیسانس در دانشگاه تهران. من دو ماهی که قزوین بودم در خوابگاه دانشجویان خارجی زندگی می کردیم و در مرکز زبان فارسی که در قزوین دوستای خیلی زیاد از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی پیدا کردیم، چه مسلمان چه مسیحی. و این در واقع اولین دوستی من بود با دوستان مسلمان. امسال هم خبر داری ما رو میبرم شمال؟ آره پارسال که یزد رفتیم، امسال هم شمال. آره امسال خدا کنه بریم شمال. چی بود اونجا قشنگش؟ رشته یا مسئوله؟ مسئوله. آره آره من شنیدم که قراره بریم طرف این روستاهای قدیم. چند روزه؟ مثل اون دفعه 3 روزه میبرن؟ نمیدونم، اما خوب یادت یه چقدر خوب بود. آره کویر بود نه رفتیم؟ آره شطور رو یادت؟ آره پردی افتن خندمون بیاره. آره سفر یزد خوب بود، اما خوب سفر اصفهان که بهتر بود. اصفهان با هم دوست شدیم. خیلی داغ بود اون موقعی که رفتیم و بالاخره اونجا با هم دوست شدیم. تا یه هفته پوستم ترکیده بود. آره بابا ما میگفتیم آفتاب هرات داغه، اصفهان داغتر بود، دو برابر بود. بیا 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 اون عکسات بهت نشون بدم. تو کو اینو ببین همین. خوب یادت اینجا چقدر خسته بودیم تو این یزد بود نه؟ موقعی که وارد دانشگاه تهران شدم 80% از جسم و فکرم تکامل رسید.
حالت خجالتیم رفت کم کم. بعد یه درس خوبی که تهران داد به من، دانشگاه تهران، این بود که من بفهمم که هیچی نمیدونم، چون فهمیدم که دایره اطلاعات چقدر زیاده. ایران موندن علاوه بر اینکه درسم خوب شد، روحیم خوب شد. خوابگاهی که ما بودیم خیلی عالی بود. تفریحی که از طرف دانشگاه تهران می‌رفتیم، هر سال ما یه اردو داشتیم. شیراز یکی از بهترین جایی بود که من رفتم. به یکی از بهترین سکانس‌های این مدتم یه روز ساعت 5 و نیم از هتل شیراز رفتیم سمت تخت جمشید. یه حس خوبی داشت. فکر می‌کنم اون زمان رفتیم. مثل فیلم های تخیلی که میرن. بعد از اون شهر دیگه که رفتیم خیلی خوب بود، یزد بود. یزد هم یه بافت قدیمی خیلی عالی داشت. یادم موقع که ما رفتیم، یه روز آخر رفتیم صحرا کویر یزد. تا اون موقع من نرفته بودم کویر. در من رفتیم اون دفعه؟ درکه بود. درکه بود؟ من و بچه هم کلاسی. یادت نیست چقدر خوش گذشت؟ این دفعه بریم من غذا میپزم، همون غذای عراقی. تو همون غذای هر هفته قول میدی که بپزی اما نمیپزی. تا الان دیگه منتظریم که بپزی. دواری گینم آب کردن ها، اون دفعه آب نبود. اون دفعه نبود. شاید اون پار حوض اون کجا بود؟ پارک اون که رفته بودیم پارک ایرام. پارک ایرام بود؟ ایرام آره. شهر بازی و دوچرخه سواری خیلی خوب بود. یاری گردکو به ارمنی چی میگن؟ گردکو؟ آره گردکو باد میگن. باد؟ آره. باد که ما یه چیز دیگه میگیم. باد باید چی میگیم؟ خب بادو هم کامی میگیم. کامی؟ یه صدا کن بیاد بالا تا یه عکس بگیریم با اینا گردکو؟ آره بیا تو به خوب اشتاده الان به این طرف. اوه دیسته اون دفعه شد. آره اون دفعه که یادش بخیر. اون دفعه که اونجا بودیم یاده چقدر عکس گرفتیم. داری که خانواده تو اونجا چی کار میکنن؟ چی کار هم بابا تو اینا؟ آره پدرم استاده، مادرم معلم مدرسه، خواهرم هم که لیسانس داره میکنه. تو چی؟ پدر چی کار میکنه؟ منم بابام درس میده، مامانم خونه، درس چی؟ کار خونه اینا. بعد درس چی میدن؟ ریاضی و فیزیک. آها. بعد خواهرام هم یکی دکترای فلسفه داره. خب بعد بقیه هم تو ایران؟ الهیات اینا. آره ایران. بعضی هم حراج. و داداشم هم دوتا مهندس کامپیوتره. به تفکر سلام بکن بریم. یه تفکر چی نیستش چیه؟ دانم جنسش چی بدونم چیه. خوشبختانه سطح علمی دانشگاه تهران بالا است و ما در دوره تحصیلیمون استادای خیلی خوبی داشتیم. بعد از اومدن به ایران ما سفرهای مختلفی داشتیم، چه که وزارت علوم برگزار میکرد چه ما شخصی میرفتیم. من چند سفری کردم به اصفهان، چون اصفهان جای دیدنی مختلف و قشنگی دارد، مثل میدان جهان، 33 پل و به جز این شهر جلفای قدیم ارمنیا با کلیسای وانگ که یکی از قشنگترین کلیسای ارمنی است. در سال بعد سفر کردیم مشهد، از حرم امام رضا بازدید کردیم، شهر مشهد رو گشتیم و بعد از این سفر کردیم به شهر توس کجا جشن بزرگداشت فردوسی بود و دانشجویان خارجی شرکت کردند در این جشن. بعد از بازدید شهر توس سفر کردیم به شهر نیشابور برای زیارت آرامگاه عمر خیام. داره که عجب هوا خوبی شده آه امروز. هوا داره بهتر میشه اینجا. حال میده واسه طراحی امروز. طراحی میخواد بکشیم. خیلی سوژه داره واسه کشیدم. آره دیگه بابا رشتمون کلن طراحی و خوبه کار گرافیک و خلن لیسانس هم البته نقاشی بود. نقاشی رو دوست دارم. یک مدل خوبی هست. واسه چی میخوای بشینی؟ نقاشی بکشم. بازم؟ آره. یه دقیقه تو میکشم. یه دقیقه؟ آره.
کلن خوشم اومده از تصویر سازی و اینا. ارمنستان چیزم داره؟ گالوری اینا، من کارامو اگه شد بیارم در نمایش اینا. آره مجوز اینا میدن؟ آره گالری ها زیاد داره، یه گالری خوبی هم داره که یه پارک گالریه در واقع. خب اونجا خیلی کار آرتیست های معروف هست، اگر اقدام کنی میتونی دیگه. فکر کنم داخل هرات هم الان داره کم کم نمایشگاه البته شده. نمایشگاه زدی؟ نمایشگاه اینا میشه زد البته. گالری هنوز خودت نمایشگاه زدی؟ اونجا آره دفعه خوب. پیش که رفتم کارمو تو دانشگاه، گالری دانشگاه نمایش گذاشتم. خوب بود، بد نبود دیگه. تو آلا. تعریف کن دیگه چی کارو کردی اونجا. هیچ خوش گذاشت. تو کی میخوای بیای ارمنستان؟ کی میخوای بیای ارمنستان؟ ارمنستان اونجا که بهت تعریف بشه... کردم که چقدر جای دیدنی قشنگ داره. اگه بشه ترم بعد بیام. آره بیا، جای دیدنی زیاد داره. تو میدونی که اینجا ارمنی ها زیادن تو تهران؟ آره اون دفعه که با هم رفتیم کلیسای آره. ارمنی آره. نه کلان تو ایران از خیلی قدیم ارمنی ها زیادن. بازم بایی ارمنی ها اینجا به دنیا اومدن یا نه؟ آره بیشترشون اینجا به دنیا اومدن، یعنی شناسنامه اینجا رو دارن. نه آره ایرانی هن. آره یه فوتبالیست هم داریم. آره اصلا چی بود؟ آندراک تیموریان. آره اصلا کاپیتان تیم ملی هم هست تو ایران. باز یه چند تا فوتبالیست دیگه هم داشتن که اسمشون یادم نمیاد. بعد از هنرمندا و موسیقی و اون کتابی که به من دادی اون دفعه رفتیم. آره یه کتاب دادم به کتاب اسمش چی بود؟ ارمنیا ایران. آره اونجا همش نوشته بود. اما کلا زیاد بودن. جمعیت ارمنی تو تهران خیلی زیاده. کلیسا و جشن مراسم خودشون دارن. کلیسا که برده بودمت برای مراسم مسیح. آره قشنگ بود. این دفعه برام موسیقی آوردی از ارمنستان؟ آره اون موسیقی سنتیتون خوب بود خیلی. آره آره منم بهت آوردم موسیقی میارد. همون دودوک دیگه منظورته؟ آره موسیقی سنتی آوردم، موسیقی کلاسیک هم آوردم. آره اتفاقا یکی از کار یکی از ارمنیای تهران هم واسط آوردم. کلیسا که برده بودمت. مهدی از هنرمندای افغانستان چی؟ گفتی این کاظم کاظمی شاعر آره. غیر از این کسی هست؟ موسیقی سنتی آره. و هست ایران ولی من چون تازه اومدم نمیشناسم. اونایی که اون طرف هستن و میشناسن اینجا بچه افغانستان که زیادن. آره چرا اینقدر زیادن تو ایران؟ خب به علت مهاجرت و جنگ و اینایی که بوده تو چند سال گذشته. اینجا هم تو همون دفعه که ایر. تو سینما بودیم یه فیلم درباره این جنگ‌های آره، افغانستان بود. چند متر مکعبش. داستانش. اون آره یه قسمتی از زندگی افغانستانیا تو ایران بود. از همون فیلم خوبی بود. کلا من چندین فاز تجربه کردم تو زندگی. فاز کامپیوتریست، زندگی ماشینی، زندگی سنتی، زندگی قرون وسطایی. هر دورم خوب بود واسم. یعنی الان راضی هم میگم تمام چیزایی که باید تمام کارهایی که باید میکردم و انجام دادم. بازی های سالم و اینا. ولی یه افسوسی که میخورم چرا من از کودکی کتاب نخوندم؟ با اینکه من توی خانواده کاملا روشن فکر و درس خون و اینا، خواهرام، برادرام، بابام، من یادم بابام میگفت بیا این کتاب بخون بیا تو دوران کودکی. ولی من خیلی بچه شر رو توی مقطعی بودم بازی بوش و اینا. گارک معماره دوره صفوی رو میشناسی؟ من لازم دارم. زیاد کار نکردم درباره این موضوع. اتفاقا همین کتابای استادت که هست آقای آژند. اونجا فکر کنم دو سه تا کتاب درباره معماری داره. باید از اینا کمک میگیریم. من بیشتر روی منطقه قره‌باغ کار کردم. الان که دیگه قراره تمام کنیم بریم. چی میخوای ادامه بدی؟ شغل، دکترا؟ یه سالی وقفه میدم. خب بعد اون یکم کارهای اونجا رو براو کنم، بعد انشالله میرم سمت اروپا یا آمریکا. خوب تو افغانستان نمیخوای بمونی؟ چرا؟
میرم اونجا درس میخونم بعد میام در ارتباطم. تو چی؟ میخوام ادامه بدم همین رشته. آره همین رشته ادامه بدم دکترا بعد دیگه کار مستقیم بعد از تموم شدن فوق لیسانس. آره اگر برسم بعد بریم ولی... کار علمی. من میخوام یه وقفه باشه حداقل یه سال دو سال. داریک بیا این موضوعشو ببین خوبه به این تصویرم میخوره. کدومشو میخوای؟ رنگش خوب شده گربه. آره چرا اینجوری کشیدی بدنش؟ خوب چرا گربه رو تطبیق کردم با اژدها و گرگ و اینا. الان چشاش خوب شده به نظرم. تو اینجا نگاه کن اشتباه نکنه. این اشتباهی تایپی نداره این ارز؟ نه نداره درست. تو تهران ارمنی خیلی زیاد زندگی میکنن که برای من کمک میکرد که خیلی دلتنگ نشم درباره وطن، چون اینجا ارمنیای تهران و ارمنیای ساکن ایران برنامه مختلف فرهنگی دارن، هم درباره ارمنستان هم درباره سنت‌های ارمنی های ایران. و تهران کلیسای خیلی زیاد ارمنی داره. من بیشتر آشنایی با مردم تهران دارم. بیشترین مردم که من برخورد کردم مردم مهمون نواز و مهربان بودن و بیشتر این دوستای خیلی صمیمی شدن که یک دوست صمیمی دارم در تهران که مهمونش زیاد مهمونش شدم، امین. و زن امین دوستم قرمه سبزی خیلی خوشمزه ای درست میکرد و میشه گفت خوشمزه ترین قرمه سبزی که من تا ایران خوردم. جنگ مثل اینه که من یه رویای رنگی داشته باشم، یه دفعه یه چیز بیاد مثل جاروبرقی تمام رنگا رو بکشه. آرزویی که من برای کشورم دارم اینه که کشورم و شهری که هستم توش به اون مقطعی که در یه زمان اوج طلاییش بود برسه، یه موقعیت جدا از جنگ و خود شهر من که هرات هست کلن یه استعداد خاصی تو قسمت هنر داره. میخوام همین هنرش گسترش پیدا کنه. جنگ تا زمانی هست که نفت و آهن وجود داشته باشه. فکر کنم یه روزی دیگه واقعا آهن تموم بشه که سلاح بسازم و امیدوارم که این کارخونه های سلاح سازی روز تبدیل به گالری نقاشی بشه.